سلام، توی این قسمت از 80 توصیه مهم توی عکاسی صنعتی بیشتر قرار هستش که در مورد نورپردازی توی عکاسی صنعتی صحبت بکنیم. تا انتهای این ویدیو با من همراه باشیم. احمد رضا هستم و شما دارین یکی از ویدیوهای کانال منو می‌بینید. اگر ویدیوهای کانال من براتون مفیده، خوشحال میشم همین الان روی دکمه سابسکرایب کلیک بکنید. بدون معطلی بریم سراغ موضوع خودمون. برای اطمینان کامل از ذخیره عکس‌ها توی عکاسی حتما از کابل تترینگ استفاده بکنین تا همزمان هم عکس‌ها روی مموری سیو بشه و همینطور روی کامپیوتر. برای ثبت دقیق حجم و پرسپکتیو سوژه ها ارتفاع دوربین رو متناسب با ابعاد حجم و ساختار هر محصول انتخاب کنید. برای عکاسی از محصولات به یه میز با قابلیت جابجایی نیاز دارید. گاهی وقتا نیازه برای عکاسی از محصولات توی محل خود مشتری حاضر بشین که اینجا متوجه میشین چقدر اون میز به دردتون میخوره. علاوه بر میز پورتابل، شما همیشه به یه میز ثابت و محکم هم برای عکاسی کردن از محصولات سنگین‌تر احتیاج دارید. همونطور که توی عکاسی با موبایل قبل از عکاسی حتما لنز موبایل رو باید چک بکنیم و تمیز بودن اون رو مطمئن باشیم، توی عکاسی‌های جدی و مهم مثل عکاسی صنعتی که برامون اهمیت داره، حتما قبل از عکاسی لنز دوربینمون رو چک بکنیم که تمیز باشه. نورای طبیعی مثل نور خورشید که از پشت پنجره وارد میشه اصلا نور مناسبی برای عکاسی صنعتی نیست. حالا چرا مناسب نیست؟ به این دلیل که این نورها اصلا قابلیت کنترل ندارن و این یک ضعف خیلی بزرگ توی کارهای صنعتیه. استفاده از فلاش‌های استودیوی استاندارد یکی از نکات مهم توی عکاسی صنعتیه و تأثیر خیلی زیادی روی کیفیت خروجی کار داره و همینطور نورهای استودیوی یکی از ابزارهای مهم توی عکاسی صنعتیه. توی عکاسی صنعتی سوژه‌های مختلفی وجود داره که هر کدوم سایز، جنس، رنگ و ساختار متفاوت خودشونو دارن که لازمه تجهیزات و لوازم جانبی مناسب نورپردازی رو در اختیار داشته باشید. برای اینکه عکاس حرفه‌ای باشید، لازمه که ابزارهای مختلف نورپردازی مثل شکل دهنده‌های نوری رو به خوبی بشناسید و کاربرد هر کدوم رو توی شرایط‌های مختلف بدونید. خیلی ممنونم که تا انتهای این ویدیو با من همراه بودین. اگر ویدیو رو دوست داشتین لایک بکنین، نظری پیشنهادی چیزی داشتین توی کامنت بهم بگین و اگر تا الان یادتون رفته که روی دکمه سابسکرایب کلیک بکنین، حتما این کار رو برای حمایت کردن از من بکنین. مرسی، تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.